خدمت جناب آقای فرهاد آیش هستیم برای بازی در فیلم خائن‌کشی. سلام آقای آیش، خسته نباشید، سلامت باشید. به ما میگید بازی کردن نقش دکتر مصدق به طور کلی چطور بود براتون؟ ببینید، یک چیزی رو که من همیشه توی بازیگریم رعایت میکنم و چالش میکنم و دوست دارم اینه که خودم رو در اون نقش ببینم. حالا چه آدم قاتلی رو بخوام بازی کنم، سعی کنم اگر من قاتل بودم، چه مثلا سقراط رو بازی کردم، سقراطی که من سقراطم، یک سرباز ساده لوح رو بازی کردم، سرباز ساده لوحی که من میتونم باشم، و فیلم های سریال های تلویزیونی و یا فیلم هایی که من بازی کردم که حتی اونایی که یه مقدارم سطحی بود از نظر سینمایی و یا از نظر تلویزیونی، من اون نقش ها رو خیلی جدی، من تقریبا میتونم بگم 95% نقش هایی که بازی کردم 100% جدی گرفتم و 100% چالش کردم که خودم رو توی اون نقش بذارم، یعنی حد فاصله شخصیت خود من با اون چیزی که بازی میکنم، اگر دوتا دایره باشه، جایی که همدیگر قطع میکنن، روی اون نقطه سرمایه گذاری بکنم. در مورد نقشای تاریخی این حق رو من ندارم. شاید تو سقراط من این کار کرده باشم، برای اینکه مال 2000 سال پیشه، ولی مصدق که یک سیاست مداریه که واقعا وجود داشته و داره، ویدیوهاش هست، فیلمهاش هست و یک شخصیتیه که دیگه من نمیتونم به صورت ذهنی یا سوبژکتیو آن چیزی رو که من دلم میخواد توش ببینم. بنابراین بیش از نقشای دیگه باید خارج از خودم تحقیق میکردم، کارهای دیگر رو سعی میکردم یه بخشی رو خارج از خودم و یه بخشی رو درون خودم. اینجا باید خودم رو به نوعی حذف میکردم از این معادله، وگرچه که نمیتونه انسان این کارو بکنه، ولی خب خوشبختانه من نقطه مشترک هایی هم با مصدق احساس میکنم دارم از نظر شخصیتی، و یکی این که من بسیار دوست دارم، یکی از شخصیت های محبوب سیاسی منه و دوستش دارم، ولی سختی کار این بود که من بعداً میتونم مقایسه بشم و به همین دلیله که بیش از کسای دیگه به من این نقش پیشنهاد میشه، به خاطر اینکه شباهت دارم از نظر فیزیکی و صورت. این خودش نشون میده که مهمه. ما توی مقوله هنر یه عینیت داریم، یه ذهنیت، سوبژکتیو و ابژکتیو. باید توی نقشای تاریخی ما باید ابژکتیو باشیم و واقعیت رو بدان گونه که هست بهش وفادار باشیم. این سختی کار بازی مصدق بود. خیلی عالی، مرسی از توضیح کاملتون. کار کردن با آقای کیمیایی چطور بود؟ خیلی لذت بخش بود، خیلی زیاد لذت بخش بود. من یکم میترسیدم که چجوری میشه، ایشون چجوری از من کار میخواد بکشه، چجوری به من میگه. میترسیدم که روسفید از این چالش بر نیام، ولی چیزایی رو که شنیده بودم راجع به ایشون باور نمی کردم، ولی خودم تجربه کردم که چقدر راحت بدون اینکه قضیه پیچیده بشه، با دادن یه سری کدای کوچیک، با نگاه من، مثلا موقعی که لحظاتی از نقش رو بازی میکردم و تمرین میخواستیم بکنیم که برسیم به نقش، من یه تیکه رو ارائه میدادم، یه نگاه اینجوری به چشما و صورت آقای کیمیایی مینداختم، یه لبخند کوچیک ریز به من میگفت که اینور برم، یه اخم کوچیک به من میگفت که اینور نرم و اون طرف برم. و این زبان رو تا به حال من ندیدم یه کارگردانی اینقدر خوب بلد باشه و اینقدر راحت بده به طرف مقابلش و به بازیگر مقابلش. من فکر می‌کنم آقای کیمیا یک پدیده است و من خوشحالم که
با این پدیده ارتباط داشتم. خیلی ممنونم از شما. متشکرم. ممنون از وقتتون.